سرکار خانم گوباد، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ التماس دعا دارم آقای خانم. کمالپور هستم از خبرگزاری فارس مزاحمتون شدم. خدمتتون عرض کنم که خبرگزاری فارس دایره پارلمانی مزاحمتون شدم در رابطه با سپاسگزارم از شما. خدمت عرض کنم سرکار خانم، دو تا سوال دارم خدمتتون. نخست اینکه ما در برنامه‌های خبرگزاری‌هایی که داریم الان یه تجمیع خبرگزاری ها یه برنامه رو گذاشتیم در رابطه با تهیه خبر از زندگی نماینده های مجلس. خواستم ببینم در وهله اول این پرسش من رو پاسخ بدید که شما موافق هستید که خواسته باشیم از شما یک برنامه بسازیم به صورت مستند یا نه؟ این ها اگه من رو این چیز را کردم این اجازه بدین که من رو شکر کنم بهتون اطلاع بدم. خواهش کنم. این یک. دو، من با آقای بیمقدار صحبت کردم، نماینده تبریز آذرشهر اسکو. بله بله دقیقاً. همکار گرامی شما ظاهرا در جلسه شورای امنیت کمیسیون امنیت حضور نداشتن در رابطه با بحث رژیم حقوقی خزر. می‌خواستیم بدونیم که وقتی این طرح بیاد در صحنه علنی مجلس و ما اونجا حضورا خدمت برسیم با شما صحبت بکنیم، آیا نظر شما با چیزی که الان می‌خواید پاسخ بدید فرق کرده یا نه؟ سوال واضح ما اینه. من هستم با چند تا از همکاران دیگرم از خبرگزاری های مختلف، الان صدای شما رو دارن میشنون، اونا هم پرسش داشته باشن از شما مطرح میکنن و اون این هستش که اگر شما الان با من تماس گرفتید، دقیقا من چون بچی درست کنم ترافیک هم من یه سوال زنده باشید. خواهش نه من مصاحبه رسمی نمیدم، ما سوال واضحمون خیلی شفاف اینه، اگر شما به عنوان یک نماینده‌ای که از طرف مردم رفتید داخل مجلس، این تفاهم‌نامه رژیم حقوقی خزر به ضرر تمامیت ارضی کشور و منافع مردم باشه، آیا شما رد میکنید یا تایید میکنید؟ اگر به ضرر مردم تو خیابونا و این داره مشکلات رو زیادتر میکنه و روز به روز هم همونطوری که با آقای بیمقدار صحبت کردیم، ایشون هم موافق بود که ما باید حتی ما خبرگزاری ها باید کمک کنیم، دست به دست هم دیگه بدیم تا مردم هم آروم بشن. به خاطر همینه که اگر پس فردا شما برید تو مجلس، ببینید منافع ملی با تمامیت ارضی متفاوت، شما سرکار خانم اینو قطعا بهش یقین دارید. یه وقت از تمامیت ارضی رو میگیم آقا از دست بدهیم تمامیت ارضی کشور، حراست از مرزهای آبی، حراست از مرزهای هوایی، حراست از مرزهای زمینی، همه اینا جزء برحال منافع ملی کشور و اینا خدمت شما هستن. یه زمانی هست که شاید منظورمون اون مرز نباشه، منظور اون منافعی باشه که در زمین ما در حال جز منافع ملی کشور ما میشه. من این مسائل شما منظور اون قسمت اون در واقع به درصدی که ما از دریای خزر داریم، درصدی که از دقیقا داره برداری
مطلب رو خدمتتون عرض میکنم و رفع زحمت میکنم از حضورتون. همونطوری که مردم خیلی خیلی طرفدار این بودن و دور فارس 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 ف الف ر س بل رس نه خواهش کنم خدمت رو عرض کنم که خیلی دوست داشتم مردم که در رابطه با واگذاری خلیج فارس و دریای عمان به چینیا برای صید ماهی به صورت کلی نمایندگان وارد بشن، در رابطه با این که الان عراقی ها با شناسنامه ایرانی ریختن تو خوزستان دارن زمین و اینا رو میخرن، نماینده ها باید بیان دفاع بکنن ازشون. صدای مردم کف خیابون به قول آقای بیمقدار میگفت امروز اومدن در این شرایط حساس دارن میگن ما شاه میخواییم، ما باید چی کار کنیم، خبرگزاری باید چی کار بکنه، سپاه باید چی کار بکنه. خواهش میکنم زنده باشین جاوید جا بدرود. خواهش میکنم خواهش میکنم من بگم با من بفرم بفرم مشکلات. آیا مجلس در رابطه با بالا رفتن نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رکود و بیکاری، شاخصهایی که داره همینجوری روز به روز افزایش پیدا میکنه و فشار مضاعف داره میاره کمر مردم رو خورد میکنه، آیا مجلس و نماینده ها در صدد این هستن که جلوی دولت بیستن و این کار رو انجام بدن که مردم حداقل یک مقدار از نظر اقتصادی شرایطشون بهتر بشه یا نه؟ مجلس حالا در این رابطه صحبتی کرده؟ من خواهش میکنم جواب این تاسو من دیگه پیاده شدم توی مسیرم. این سوال اجازه بدیم فردا من به شما جواب بدم. توی این کار میکرده با حوزه سیاست‌های خارجی و حوزه سیاست‌های داخلی و کشور، یکی از اون موارد فقط از دو کشور ما همش صورت ممکنه که آمریکا روش آمریکا از ترامپ و اون سیاست‌های تحریم‌های ظالمانه که کشور ایران رو مواجه کرده میتونه برگزار باشه. اما اینکه یه مسئله که اخلالگر اقتصادی
اینو عرض کنم به خاطر اینکه ما پیام‌های بسیار بسیار زیادی از روی کاربران در وبسایت‌هامون داریم از طرف مردم نسبت به من کمالپور هستم. کمالپور. آره کمالپور. اگه لطفاً بله بله بله. دقیقاً. سپاسگزارم. فقط این پیام مردم رو من به شما بدم. من فقط پیام خواهش بفرمایید. خدا به شما جاوید چه بدون. این کی بود اما؟ اولاد قباد بود. فریده اولاد قباد. خیلی فریده اولاد قباد. من الان یه توضیح میدم. بذار این دوستمون یه شماره تلفن داده ببینم این کیه. چه عشقی هم میکرد با خبرگزاری داره. اینا تازه دارن به ما پیام میدن میگن اون یکی میگه به دولت بگو، این یکی میگه به قوه قضاییه. بذار یکی از دوستان اینجا شماره تلفن یه نماینده رو گذاشته، من بذار زنگ بهش بزنم ببینم. آخه دیروز هم گذاشته بودن این شماره اصلا همچین چیزی وجود نداره. حالا آقا فعلا شما بگی من یه خورده استراحت